ماشین رو خاموش نکرده بودم، نشستم دوربین گوشم، بعد دیدم دارم میرم جلو، نفهمیدم دارم میرم جلو، فکرم ماشین بغلی، ماشین بغلم پارک کرده، فکرم ماشین بغلی داره میره عقب، بعدم منم دارم میرم جلو، ماشین رو یادم رفته بود خاموش کنم. قیافه داغون من که میبینید گریه کردم همین چند دقیقه پیش. دوستان میخوام در مورد بیماری دو قطبی یا هم بایپولار توی این ویدیو حرف بزنم. خیلی وقت میخواستم ویدیو رو بگیرم ولی وقت نمیشد. ببین بیماری دو قطبی، خب چیزی که خاموش کنم، چیزی که همه مثلا فکر میکنن اینه که او که مثلا بهش میگن دو شخصیتی بیشتر، خب در حالی که دو شخصیتی نیست، در واقع دو تا مود مختلفه که هی جابجا میشه با هم دیگه. البته دو شخصیتی هم باز یه جورایی میشه. مثلا من خودم، خب من الان تقریبا 2 ساله که تشخیص داده شده، یعنی رفتم پیش دکتر و تشخیص داد بهم بایپولار رو. قبلش ایران رفته بودم دکتر 7-8 سال پیش و بهم تشخیص ADHD داده بود و داروهای ADHD هم بهم داده بود. خب من نمیدونم بر چه اساسی اون تشخیص رو داده بود، ولی به بایپولار اشاره نکرد کلا دکترم. یعنی اشاره کرد یه بار ولی خیلی اصلا پیش رو نگرفت، در حالی که من خودم قبل از این که اصلا برم پیش دکتر، ببین برام همیشه سوال بود که چرا مودم تغییر میکنه. خب یعنی چرا من بعض وقتا از خواب بیدار میشم خیلی خوبم و مثلا انرژی دارم بدون هیچ دلیلی، و بعض وقتا مثلا خوب نیستم و هیچ دلیل خاصی هم نداره، و این مثلا یه مدت طول میکشه این قضیه، و اینا هی مدام با هم جابجا میشن. یعنی اینو خودم فهمیده بودم خب، ولی خب نمیدونستم چیه اصلا. سرچ کرده بودم مثلا در موردش، بعد مثلا همین بایپولار رو بود، ولی خب مطمئن که نبودم، پیش دکترم نرفته بودم خب، ولی میدونم مثلا علائمش شبیه، ولی از اونجایی که مثلا هر چیز رو سرچ میکنی تو علائمش رو پیدا میکنی تو خودت، در واقع خیلی جدیش نگرفتم. ولی بعد که رفتم دکتر ایران، اونجا به من مثلا خب صحبت کردیم و اینا، تشخیص ADHD داد. حالا نمیدونم چرا درش هست. البته اینم بگم که بیماری های مثلا اختلالات روانی با هم دیگه ممکنه همپوشایی داشته باشن، یعنی تو ممکنه مثلا هم بایپولار باشی هم ADHD، و خیلی از چیزاشون مشترکه. مثلا تو توی بایپولار وقتی که توی اون مود بالات هستی که بهش میگن مانیا یا هیپومانیا، تو تمرکز کردن برات سخته خب، و انرژیت خیلی زیاده و میخوای همه کاری بکنی و یه عالمه فکر تو سرته و اینا، این مثلا شبیه ADHD میشه خب، این قسمتش تو اون فاز. به خاطر همین مثلا ممکنه که تشخیصش سخت باشه، به خصوص اگه توی اون مواقع مثلا رفته باشی پیش دکتر، که احتمالا برای منم اینطوری بود که مثلا تو اون موقعیت رفتم پیش دکتر و اون مثلا اون حالتا رو شرح دادم براش، و اون فکر کردی که مثلا آره چون تمرکز نداری مثلا انرژی زیاده و اینا، احتمالا مثلا ADHDه و با داروهای ADHD درست میشه، و به هم داروی ADHD هم که همون ریتالینه داد. و خب ریتالین اصلا یه دارویه که خب آدمی که اصلا ADHD ندارم بخوره یه تاثیرایی داره روش، تمرکزشو بهتر میکنه اینا، و داروی خوبی نیست، یعنی خوب نیست اصلا، من دوست نداشتم بخورم راستش، ولی خب تاثیر چون داشت مجبور بودم بخورم، و دکترم گفت خب باید بخوری، ولی خب میدیدم که مثلا خب خیلی عوارض زیادی داره، مثلا تپش قلب و نمیدونم استرس و اینا که از قبل اگه داشته باشه خب اینو بیشترش میکنه.
ولی تا یه مدت طولانی مثلا هم 7-8 سال و اینا با همون دارو ادامه میدادم. اومدم اینجا، اومدم آمریکا، دوباره رفتم پیش دکتر و دوباره که با دکتر حرف زدم اون تشخیص داد که این بایپولاره و داروهای مربوط به بایپولار رو داد. خب و خیلی جالبه که من اونا رو خوردم، اونا رو که خوردم داروها رو، خیلی مثلا بعد از یه مدتی که اثرش شروع میشه خیلی اصلا برام عجیب بود اثرش، که این مثلا او من مثلا میتونم توی مود مشخصی قرار بگیرم همیشه، یعنی یه مدت طولانی مثلا مودم تغییر نکنه. و این اولین بار بود راستش تو زندگیم که اینو تجربه میکردم و خیلی عجیب بود. ببین نمیتونیم، حالا کسی که مثلا این بیماری رو داره میتونه درک کنه که چی میگم، چون تو نمیدونی که یه مود داشتن، یعنی یه مود معمولی داشتن چه حسی داره. خب چون یا تو همیشه پایینی یا بالایی، خیلی به ندرت پیش میاد که تو مودت اون وسط باشه. خب در همین این که مثلا یه مدت طولانی تو توی مود ثابتی باشی که بتونی کارتو انجام بدی و نگران این نباشی که مودم الان تغییر میکنه یا مثلا او فردا اگه بیدار شم شاید نتونم کنم، میدونی؟ چون تو نمیتونی حساب کنی روی مودت وقتی که بایپولار هستی. خب یعنی اینجوری که یه کاری رو مثلا داری انجام میدی امروز اگه توی مود خوبی، اینجوری که بقیهش اگه بذاری برای فردا مثلا نمیتونی مطمئن باشی که فردا من انجامش میدی، نکنه فردا بیدار شم مثلا مودم پایین باشه. خب اینجوره. حالا مود پایین و بالاش، مود پایینش که خب افسردگیه، خب که خب اون مشخصه که چطوریه دیگه، افسرده، تاریک همه چی، خب سیاه همه چی. خب و این مهمترین قسمت این بیماری اینه که مود تو یهو از پایین، یعنی اون ته که هستی، میاد بالای بالا. یعنی اینجوری نیست که مثلا اینجوری بره مثلا به تدریج، خب اینجوری مثلا یه میره بالا و اینجوری میاد پایین. خب این تو اگه تو این نقطه ای نی مثلا فرداش یه میره تو این نقطه، خب و اگه توی اون نقطه ای مثلا فرداش ممکنه یه بیاد تو این نقطه بدون هیچ دلیلی. اصلا بدون هیچ دلیلی که میگم، بدون هیچ دلیلی نیست، تو نمیدونی دلیلش چیه. خب بعضی وقتا دلیل داره، اما من خودم مود بالا رو دلیلش رو هنوز پیدا نکردم، ولی مود پایینم و دلیلش رو تقریبا تا یه حدودی میتونم بگم که مثلا یه چیزی میشه خب که تو رو تریگر میکنه و تو مودت یهو میاد پایین. خب یعنی تو توی مثلا اون مود خوبی، خب بعد یکی یه حرفی میزنه، خب یعنی یکی یه حرف میزنه میره، تو هم اون موقع نمیفهمی، ولی فرداش رو بیدم چی میبینی اصلا تو اومدی ته. خب و نمیدونم، حالا این حرفی که میزنم فقط چیزی که خودم فهمیدم تا حدودی بهش رسیدم، اینکه یه حرفی باعث میشه که مثلا یه حرفی یا یه چیزی میبینی کلن یه اتفاقی میفته که تو رو تریگر میکنه و میری به سمت اون مود پایین، ولی مود بالا رو نمیدونم، مود بالا رو نمیدونم واقعا که چی میشه این اتفاق میفته. حالا مود پایینش رو گفتم که افسردگی و ایناست و سیاهی کلن، یعنی همه چی سیاهه و تو هیچ امیدی دیگه به آینده نداری، اینجوری که من هیچ کاری نمیتونم کنم. مثلا من خودم اینجوری هم، مثلا وقتی میرم تو مود سیاهه دیگه اصلا هیچ کاری نمیتونم کنم و اینجوری هم که مثلا نقاشی میکنم مثلا میگم مثلا من برای چی نقاشی میکنم، مثلا من نباید نقاشی کنم، میدونی؟ در این حد میرسی، یعنی به خودت به همه چی شک میکنی کلا، میگه اصلا من اشتباه کردم، مثلا نقاشی بلد نیستم من بکنم. خب یا هر کار دیگه که میکنی اینجوری که من اصلا هیچ استعدادی ندارم تو این قضیه.
نباید اصلا دیگه نمیخوام دیگه تا آخر عمرم نقاشی کنم. خب در مورد همه چی کلن دیدت این شکلی میشه، مثلا همه چی سیاهه، هیچ چی دیگه درست نمیشه، تموم شد دیگه، من بدبخت‌ترین آدم روی زمینم الان، نمیتونم دیگه هیچ وقت ادامه بدم. خب بعد این مود پایینشه. خب مود بالاش ببین، همه فکر میکنه که مود بالاش خیلی خوبه. خب یعنی اینجوریه که او تو مود بالایی دیگه، مثلا انرژی داری، هایپری، یه عالمه کار انجام میدی، مثلا میری این ورور. خب در حالی که مود بالاش هم به اندازه مود پایینش اذیت کننده است. خب ممکن تو کاری انجام بدی تو مود بالاش، ولی تو فقط انرژی زیاد داری. خب و این انرژی زیاد نمیذاره تو اصلا کاری بکنی. خب نه درسته انرژی زیاد خیلی دارم، میخوام یه عالمه کار بکنم، یه عالمه ایده توی مغزمه، ولی مهم اونه که نمیتونم اون کار را انجام بدم به خاطر اینکه یک عالمه است. خب یعنی یک عالمه چیز تو مغز توه، خب و تو میخوای همه اون کار رو با هم انجام بدی، نمیتونی تمرکز کنی و نمیتونی اینا رو ازم جدا کنی. خب که مثلا اوکی اول این کار میکنم، نه انقدر هیجان داری که تو نمیتونی اصلا هیچ کدوم از اون کار رو انجام بدی. خب و تمام وجودت اصلا بیقراره. خب یعنی نمیتونی بشینی، نمیتونی فکر کنی درست. خب و این خیلی اذیت کننده است، چون تو یه عالمه کار میخوای بکنی و هیچ کاری نمیکنی و از خودت ناامید میشی. خب یعنی میگی چرا هیچ کاری نکردم، میدونی از چیز میشی، اینکه من این همه ایده داشتم چرا پس هیچ کدومش رو انجام نمیدم. نمیتونی چون تمرکز نداری واقعا اون کار انجام بدی. و یه چیز دیگه اینکه یه چیز بعدی که توی این مود بالا هست اینه که تو متوجه نیستی کلن خب چه کار داری میکنی، متوجه کارهایی که میکنی نیستی، تصمیمهای هیجانی میگیری. خب تصمیمهای خیلی هیجانی که اصلا ممکنه کل زندگی تو تحت تاثیر قرار بده. تو اون لحظه تو احساس میکنی که باید اون کارو بکنی. خب مثلا نمیدونم میری یه عالمه خرید میکنی، یه عالمه خرج میکنی، میدونی اصلا بدون حساب کتاب. خب میری مثلا، من خودم واقعا این اتفاقا برام افتاده، مثلا میری یک عالمه چیز خرج میکنی، یا مثلا میری خب تصمیم میگیری یهو مثلا صبح بیدار میشیم توی اون مودی. خب و تصمیم میگیری من برم رشتم رو عوض کنم، یهو اصلا رشته که مثلا 2 ساله داره میخونی یهو میگه من باید برم مثلا اون رشته رو بخونم، و میری و متاسفانه میری و این کارو میکنی بعضی وقتا. یعنی حالا ببین با دارو و اینا که میخوری خب درست میشه، ولی اینجوری نیست که دارو دیگه کلن تو رو درست کنه و دیگه هیچ وقت این اتفاق نیفته. نه این یه چیزی که باید بپذیرش، هست کلن این قضیه با تو. خب یعنی اینجوری نیست که اوکی این قرص رو بخورم دیگه تموم شد، هیچ وقت دیگه این کار رو نمیکنم. نه تو همچنان این کارا رو میکنی بعضی وقتا. خب ولی قرص مثلا اون داروهایی که میخوری باعث میشه که تو کنترل بیشتری داشته باشی. خب یعنی وقتی که این اتفاق بیفته، و هم دارو و هم مشاوره، یعنی نه فقط دارو، تراپیست هم باید بری باهاش حرف بزنی، و وقتی که تو این مثلا دارو رو میخوری و تراپی میری، باعث میشه که وقتی این اتفاق میفته، مثلا من الان مثلا تو مود بالام، خب میگم او من دیگه مثلا نباید هنر بخونم، باید برم مثلا یهو مثلا یه رشته دیگه بخونم، مثلا برم کامپیوتر بخونم یهو. خب این تصمیمی که یهو مثلا آدم معمولی این تصمیم نمیگیره معمولا تو زندگیش، ولی تو یهو این تصمیمو میگیری، میگی من میخوام هم رشتم رو عوض کنم. خب بعد تو با دارو و تراپی باعث میشه که تو دیگه بدونی که این دلیلش چیه، خب بدونی این دلیلش چیه و نکنی اون کارو، یعنی کنترل کنی خودتو. خب به خودت بگی ببین این دلیلش الان اینه، تو توی این مودی، پس این تصمیمو الان نگیر. خب دارو چیز اینجوری کمک میکنه.
کلا تصمیم های هیجانی دیگه. یهو به آدمایی که نباید مثلا مسیج بدی میری مسیج میدی، میدونی، چون هیجانت بالاست دوست داری یه جوری تخلیهش کنی. خب مثلا پامشی میری به اکست مسیج میدی یهو، یا میری به یه آدمایی مثلا مسیج میدی و چون توی مود چیزی قرار نداری، قابل اعتمادی خیلی قرار نداری، ممکنه مثلا یه کارایی بکنی که بعد فرداش پشیمون بشه ازش، یعنی بگه من این چه غلطی بود من کردم. خب حالا میگم مثلا مود بالا رو همه فکر میکنن که خیلی خوبه، مود بالا مثلا او بهش هم میگن سرخوشی یا مانیا یا سرخوشی، در حالی که سرخوشی نیست، اصلا سرگردونیه بیشتر تا سرخوشی. یعنی تو اصلا نمیدونی چی کار باید بکنی توی اون مود، خب، و بیشتر اعصابت خورد میشه. اصلا هر دوتا مودش کلا بده، چون ته هر خطی هر کدومش، ته هر کدومه، یعنی وسط نداره. من خودم از هم وقتی کوچیک بودم، هم تا قبل از این که مثلا تشخیص داده بشه این بیماری برام، اینجوری بودم که همیشه فکر میکنم که دو نفر آدم توی من وجود داره. خب یعنی من یه نفر نیستم، من دو نفرم که یکیش خیلی سیاهه و یکیش خیلی رنگیه، یکیش خیلی سیاهه و یکیش خیلی شاده. خب یکیش هیچ انرژی نداره و تاریک تاریکه، و یکیش خیلی دوست داره که همه کاری بکنه و نمیدونم این چیه، و این دوتا دائما با هم دیگه در جنگن. خب این دوتا دائما با هم دیگه در جنگ بودن و هنوزم هستن، نمیگم که کامل درست شده همه چی، ولی خب بهتر شده، یعنی از چیزی که قبلا بود. خلاصه که آره، اگه فکر میکنید که مثلا یه مشکلی وجود داره که داره توی زندگیتون اختلال ایجاد میکنه و اجازه نمیده که شما مثلا، یعنی خودتون حس میکنید دیگه، احساس میکنید این مشکل داره در زندگی من اختلال ایجاد میکنه، خب یه چیزی اگه هست که نمیفهمیدش و میگی من چرا اینجوریم، خب میبینی که تو اینجوری و مثلا خیلی دیگه اینجوری نیستن، پس حتما یه مشکلی وجود داره. خب برو و ببین مشکل چیه و حلش کن، اصلا اشکالی نداره. اصلا الان دیگه خوشبختانه اینجوری نیست که مثلا بد باشه آدم بره پیش روان پزشک یا روانشناس، چون تو هرچی زودتر اینو درمون کنی خب به نفع خودته. خب چون مثلا بایپولار، مثلا برای خود من اینطوریه، مثلا بایپولار خب تو همش مودت در حال تغییر کردنه و مثلا اینجوریه که خب اوکی یه دوره افسردگی، یه دوره مود بالا داری و بعضی وقتا حتی در طول روز این اتفاق میفته، یعنی تو مثلا صبح مودت پایین، شب مودت بالاست، اینجوری هم میشه، یعنی اینجوری نیست که حتما مثلا یه ماه افسردگی یه ماه خوشحالی. خب آره، و این خب خیلی بده به خاطر اینکه تو اصلا نمیتونی دیگه حساب کنی اصلا رو خودت، خب رو هیچیت نمیتونی حساب کنی رسما، یعنی اینجوری که نمیدونی 5 دقیقه بعد مودت چیه. هیچ اشکالی نداره پیش دکتر رفتن، اینم یه بیماری، همونطور که تو مثلا سرطان داری میری پیش دکتر، اینم بعد میری پیش دکتر و درمانش کنی. خوشبختانه الان خیلی خوب شده و دیگه اینجوری نیست که مثلا وای مثلا رفت پیش روانشناس این دیوونه است، نه الان خیلی خوب شده، همه تقریبا همه میرن، 90% آدم ها میرن پیش تراپیست. بعضی وقتا حالا با تراپیست حل میشه، بعضی وقتا کلن یه چیزیه توی مغز تو، خب یعنی سیستم مغز تو یا سیمکشی مغز تو کلن مثلا یه مدل دیگه است، خب یا مثلا یه ماده‌ای در مغز تو مثلا کمتره یا بیشتره و این باعث این چیزا میشه. یعنی همیشه هم اینجوری نیست که مثلا بر اثر یه تراما یا مثلا یه گذشته بد مثلا داشتی تو، یا مثلا چه می‌دونم یه اتفاقی افتاده که تو دچار این بیماری شدی، مثلا افسرده شدی، مثلا حتما یه اتفاق بدی افتاده. همیشه اینجوری نیست، بعضی وقتا اصلا یه چیز شیمیایی توی مغزته، خب
که مثلا کمتر از بقیه است یا بیشتر از بقیه است، یا مثلا اون سیستم مغزت کلا مثلا سیم کشیش یه مدل دیگه است با بقیه فرق کن. بنابراین اون دارو اینو درستش میکنه و برمیگردونه به حالت عادی و تو میتونیم مثل بقیه آدم زندگی کنی و کارت انجام بدی و تازه میفهمی که چقدر مثلا کارایی میتونی انجام بدی که فکر میکردی نمیتونستی، که فکر میکردی نمیتونی انجام بدی. تازه میفهمی مثلا من خودم این دارو رو که خورده بودم اینجوری بودم که تو مثلا تو میتونی تو یه مود باشی، اصلا قابل درک نم، میدونی، چون تو همش اونجوری زندگی کردی از اون مثلا قبل از اون همش اونجوری زندگی کردی، یعنی اینجوری بودی که اوکی دیگه مثلا طبیعی بوده برات که مثلا اوکی صبح بیدار میشم اینجوری هم تا شب مثلا هزار رو مودم عوض میشه و هیچ درکی نداری از این که مثلا تو یه مود ثابتی در یه مدت طولانی داشته باشی و نگران این نباشی که مودت عوض شه که نبادا نتونی کارتو انجام بدی. خب برای این خیلی مهمه، حتما اگه فکر کنی که مثلا یه مشکلی داری حتما برو پیش دکتر و درمانش کن، به نفع خودته و زندگیت، و هرچی زودتر این کار بکنی خب بهتره، بیشتر میتونی از زندگیت لذت ببری واقعا مثل بقیه آدم ها. همین. Bye.